به نام خداوند جان و خرد و با سلام به شما بینندگان گرامی، از شما دعوت می کنم ما را در بخش نخست برنامه سالنامه 1400 همراهی فرمایید. این برنامه به بازخوانی مهمترین تحولات افغانستان و جهان در سال 1400 خورشیدی اختصاص دارد. در آغاز، افغانستان در سالی که گذشت. طبق معمول نوروز 1400 نیز در افغانستان با کشتار و خشونت آغاز شد. برخورد تانک حامل سربازان پلیس سرحدی با ماین کنار جاده در ولایت هرات با قربانی شدن 6 سرباز انجامید. 4 انفجار پیوسته در جلال آباد نیز جان 1 نفر را گرفت و حمله به ولسوالی دشت قلعه تخار هم جان 2 غیر نظامی را گرفت. نوروز 1400 با کشته شدن 6 نیروی پلیس سرحدی افغانستان در ولایت هرات در غرب کشور آغاز شد. تانک حامل این نیروها با ماین کنار جاده برخورد کرد و در اثر آن 6 سرباز پلیس سرحدی جان باختند. سید عبدالوحید قتالی والی پیشین هرات گفت که تانک حامل نیروی کندک 5 سرحدی در منطقه چهل دختر ولسوالی رباط سنگی هرات با ماین کنار جاده برخورد کرده است. زیا خان فرمانده پیشین کندک 5 سرحدی نیز شامل افراد کشته شده در این رویداد بود. در شهر جلال آباد هم 4 انفجار پیهم در نخستین روز سال نو 1 نفر کشته و 2 نفر دیگر زخمی بر جای گذاشت. در آن سو در شمال کشور نیز مخالفان از 3 جهت بر مرکز ولسوالی دشت قلعه این ولایت حمله کردند که در نتیجه 2 غیر نظامی جان باختند و 5 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. لشکرکشی نیروهای غنی فراری به سمت بهسود برای سرکوب نیروهای وابسته به علیپور از رویدادهای عجیبی بود که سال 1400 با آن آغاز شد. 1100 نیروی دولتی با توپ و تانک ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک را مورد حمله مستقیم و همه جانبه قرار دادند تا نیروهای مقاومت مردمی به رهبری عبدالغنی علیپور را سرکوب کنند. این حمله پس از سقوط 1 چرخبال ارتش در بهسود صورت گرفت، رویدادی که در آن 4 خلبان و 8 سرباز جان باختند. نیروهای دولتی پایگاه اصلی عبدالغنی علیپور را بدون مقاومت جدی از سوی آنان اشغال کردند و با نمایش پرچم آن گروه به سبک پیروزی هایی که در برابر داعش و دیگر گروه های تروریستی به دست می آورند عکس یادگاری گرفتند. پیشتر نیز عبدالحمدالله محب مشاور امنیت ملی اشرفغنی فراری بر کناری مسعود اندرابی وزیر داخلی پیشین را با رویداد بهسود مرتبط دانسته بود. طرح شورای عالی مصالحه ملی پیشین برای صلح روز یکشنبه 22 حمل منتشر شد. حکومت انتقالی و تغییر نظام سیاسی بخشی از طرح صلح شورای مصالحه ملی بود که تحت عنوان توافقنامه صلح افغانستان منتشر شد. شاخصه اصلی طرح صلح شورای عالی مصالحه آن بود که تنها بخشی از طرح اشرفغنی را در خود جای داده بود. به همین جهت سرور دانش شدیداً نسبت به آن واکنش نشان داد و گفت طرح صلح گروه توحید شورای عالی مصالحه به هیچ صورت قابل ارائه به نشست استانبول یا نشست دیگری نیست و باید از نو و با دقت بیشتری طرح جامع و مورد توافق همه تدوین گردد. طرح صلح شورای عالی مصالحه برای حکومت انتقالی 2 گزینه، حکومت صلح و دولت انتقالی صلح را پیشنهاد کرد. گزینه نخست بخشی از طرح صلح اشرفغنی است. در این طرح صلح نه تنها از طرح 3 مرحله اشرفغنی فراری خبری نبود، بلکه طرح ارگ ریاست جمهوری حتی محور طرح سپیدار نیز قرار نگرفت و این خود به سرآغاز برای دور تازه از تنش و تقابل میان ارگ و سپیدار تبدیل شد. گزینه دوم طرح شورای عالی مصالحه ملی که از آن به عنوان دولت انتقالی صلح تعبیر شده بود، تغییر نسبی ساختار نظام سیاسی را پیشنهاد می‌کرد. در این طرح گفته شده بود که دولت انتقالی صلح پس از امضای توافقنامه ترتیب شده تشکیل خواهد شد. بر پایه پیشنهاد شورای عالی مصالحه، دولت انتقالی صلح تا زمان به کار خود ادامه می‌دهد که یک دولت دائمی بر سر کار بیاید و مبنای آن نیز قانون اساسی جدید تعدیل شده و برگزاری انتخابات ملی باشد. طبق پیشنهاد شورای عالی مصالحه، مدت کار دولت انتقالی صلح از زمان امضای توافقنامه نهایتاً 3 سال خواهد بود و حداقل زمان آن نیز در مذاکرات صلح مشخص خواهد شد. ساختار حکومت انتقالی صلح مورد نظر شورای عالی مصالحه افزون بر قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضاییه، شورای فقه اسلامی، شورای عالی دولت، دیوان عالی قانون اساسی و کمیسیون تعدیل قانون اساسی را در بر می‌گرفت. در ماه حمل تجمعات گسترده‌ای برای حمایت از جمهوریت در نقاطی از کشور برگزار شد. روز شنبه 21 حمل کابل پایتخت، روز یکشنبه 22 حمل ولسوالی کهدامن کابل و روز دوشنبه 23 حمل ولایت ننگرهار شاهد برگزاری گردهمایی‌های بزرگ مردمی برای حمایت از جمهوریت بود. شرکت کنندگان که همه شهروندان عادی بودند، یک صدا نظام جمهوریت را نظام برخواسته از اراده مردم افغانستان می‌دانستند و تأکید داشتند که در مذاکرات صلح نباید بر سر ماهیت نظام جمهوریت که خواست و اراده اکثریت مطلق مردم است معامله صورت گیرد و نظام به وجود آورده شود که مخالف خواست مردم است و افغانستان را بار دیگر به جانب جنگ‌های داخلی سوق می‌دهد. آنان می گفتند که مردم افغانستان با مشکلات و قربانی های بیشماری که داده‌اند نظام جمهوریت را ایجاد و تحکیم کردند و اکنون نباید چند فرد که معلوم نیست از کجا تامین می شوند و زندگیشان در کجاست خود را نماینده ملت افغانستان بدانند و برای سرنوشت مردم تصمیم بگیرند. این گرد همایه ها و ابراز دیدگاه های مردم در پیوند با ساختار نظام آینده افغانستان در حال در گوشه و کنار کشور آغاز شده بود که پیش از آن زمزمه های مبنی بر لغو نظام جمهوریت مطرح شده بود. در ماه ثور با تشدید جنگ در غزنی دامنه درگیری ها به مناطق اطراف شهر کشیده شد و انتشار آمارهای هولناک درباره تلفات، زخمی‌ها و آوارگان نگرانی‌ها از آینده افغانستان را چند برابر کرد. تشدید جنگ در غزنی، حمدالله محب مشاور پیشین امنیت ملی را در رأس یک هیئت امنیتی برای بررسی وضعیت جنگ در غزنی به این ولایت کشاند. این در حالی است که منابع محلی در غزنی گفتند شماری از ولسوالی‌ها و برخی از مناطق مرکزی این ولایت شاهد ناامنی‌های شدید بوده است. در آن زمان غزنی از کانون‌های اصلی ناامنی در جنوب افغانستان محسوب می‌شد. طالبان تقریباً تمامی 18 ولسوالی این ولایت را کنترل می‌کردند و دولت تنها بر مراکز چند ولسوالی تسلط داشت. شهرهای مهم و استراتژیک نیز عمدتاً در اختیار طالبان بود. این همه در حال بود که شورای سراسری علمای دینی افغانستان روز شنبه 11 ثور جنگ جاری در کشور را حرام خوانده و تأکید کرد این جنگ جهاد نیست و باید پایان یابد. 18 ثور خونین‌ترین روز افغانستان در سال 1400 بود. در آن روز در مقابل در اصلی مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل انفجاری رخ داد که در اثر آن صدها نفر و عمدتاً دختران دانش آموز به خاک و خون غلتیدند. بر اساس آمار رسمی دست کم 90 نفر در این انفجار کشته شدند و بیش از 25 نفر زخمی. اما شاهدان عینی آمار کشتگان این فاجعه را بیش از 100 نفر اعلام کردند. این بمبگذاری در روز 18 ثور برابر با 25 ماه مبارک رمضان حوالی ساعت 4:30 عصر رخ داد. دولت اشرفغنی فراری طالبان را عامل این حمله تروریستی اعلام کرد، اما ذبیح الله مجاهد این ادعا را رد کرد و خود دولت را در آن دخیل دانست. این حمله از زمانی رخ داد که دانش آموزان مکتب سید الشهدا در حال خارج شدن از مکتب بودند. در این حمله تروریستی ابتدا یک موتور بمبگذاری شده منفجر شد و در ادامه آن دو انفجار پیهم دیگر اتفاق افتاد. بیشتر قربانیان این حمله دانش آموزان دختری بودند که غالباً 13 و 18 ساله بودند. روز جمعه 24 سور مصادف با روز دوم عید فطر در اثر انفجاری در یک مسجد در شمال کابل دست کم 12 نمازگزار به شمول امام مسجد کشته شد. این انفجار در ولسوالی شکردره ولایت کابل در مسجدی به نام حاجی بخشی رخ داد و افزون بر کشته شدگان 15 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در حالی رخ داد که میان دولت اشرفغنی فراری و گروه طالبان به مناسبت عید فطر آتش بس 3 روزه اعلام شده بود. عبدالمنان نیازی از فرماندهان مشهور طالبان در 25 سور درگذشت. او در 21 همین ماه در یک کمین مسلحانه در هرات زخمی شده بود و جنازه او در زیارت خواجه عبدالله انصاری در شهر هرات دفن شد. ملا عبدالمنان نیازی معاون شاخه انشعابی طالبان به رهبری ملا محمد رسول و از مخالفان شاخه تحریک طالبان به رهبری ملا هبت الله آخونزاده بود. در ماه جوزا دومینوی سقوط سرعت بیشتری یافت. ولسوالی های برکه و شهر کهنه بغلان مرکزی، ولسوالی نرخ میدان وردک و ولسوالی المار فاریاب از مناطقی بودند که در اوایل جوزا به دست نیروهای ضد حکومت اشرفغنی افتادند. نیروهای طالبان در اواسط بهار به پیشرفت‌های گسترده‌ای در میدان جنگ دست یافته و تعدادی از ولسوالی‌های شمال کشور در ولایات فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار، بغلان، کندوز و بلخ با حمله‌های گسترده این گروه سقوط کردند. دولت اشرفغنی فراری ادعا می‌کرد که عقب نشینی تاکتیکی کرده و ادعای سقوط کامل و دائمی این مناطق را نمیپذیرفت، اما سرانجام روشن شد که آنچه در حال اتفاق افتادن است سقوط کامل و دائمی افغانستان است. از سوی دیگر به دنبال اعتراضات گسترده مردم فاریاب نسبت به معرفی محمد داوود لغمانی به عنوان والی این ولایت، سرانجام عبدالمقیم راسخ به عنوان سرپرست در ولایت فاریاب گماشته و آقای لغمانی نیز شهر میمنه را به مقصد کابل ترک کرد. اما آنچه اعتراضات مردم فاریاب را بسیار جدی و تکان دهنده ساخته بود، هشدار معترضان به تأسیس حکومت فدرالی در صورت خودداری حکومت مرکزی از دادن پاسخ قناعت بخش به آنان بود. معترضان در کابل پرچم افغانستان پرچم‌هایی را حمل می‌کردند که به گفته خودشان پرچم ترکستان جنوبی است. همزمان با ادامه خروج نظامیان خارجی از کشور و تحرکات جدید حکومت کنونی در سراسر کشور، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه 4 سرطان در کاخ سفید میزبان اشرفغنی فراری بود. غنی و هیئت همراه روز 5 شنبه 3 سرطان وارد واشنگتن شدند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری پیشین و عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی پیشین از جمله مقام‌هایی بودند که اشرفغنی را در این سفر 2 روزه همراهی می‌کردند. استقبالی که از غنی و همراهانش در امریکا صورت گرفت، دون شأن بلندپایه‌ترین نمایندگان سیاسی یک کشور و خارج از عرف و اخلاق دیپلماتیک بود. از جانب دیگر، اختلافات سیاسی درونی رهبران افغانستان، فساد گسترده اداری، وابستگی بیش از حد به امریکا و نیروهای امریکایی و انحصار قدرت در یک حلقه کوچک سبب شده بود که امریکا و دیگر شرکای افغانستان از کارایی و ظرفیت آن حکومت خسته و ناامید شوند. با این حال بایدن در هنگام خوشامدگویی با غنی و عبدالله گفت که افغانها خود در مورد آیندهشان تصمیم میگیرند که چی میخواهند. او افزود که خشونت بی‌معنا در افغانستان باید متوقف شود. غنی بعد از این دیدار در کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران جواب داد و کاخ سفید هم بیانیه در همین رابطه منتشر کرد. غنی در این کنفرانس خبری گفت که علاوه بر مسائل امنیتی و خروج نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان، موضوع تهیه واکسن کرونا برای مردم افغانستان هم در این دیدار طرح شده است. در بیانیه عصر جمعه چهار سرطان کاخ سفید آمده بود که از سال 2002 ایالات متحده نزدیک به 88 میلیارد دلار کمک امنیتی، 36 میلیارد دلار کمک غیر نظامی از جمله 787 میلیون دلار به طور خاص برای حمایت از زنان و دختران افغانستان اختصاص داده و تقریبا 3.9 میلیارد دلار هم کمک بشردوستانه به افغانستان کرده است. در حالی که طالبان بر 10 ولسوالی مسلط شده بودند و درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و طالبان برای بازپسگیری مناطق از دست رفته در جریان بود، انتظارها در میان مردم از سفر غنی و عبدالله به واشنگتن زیاد بود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد چیزی نبود که نشان دهنده اثرگذار بودن این سفر بر سیاست‌های واشنگتن در قبال افغانستان باشد. به واقع همه چیز همان بود که در ابتدای دیدار بایدن با غنی و عبدالله از سوی رئیس جمهور آمریکا در مورد افغانستان مطرح شد. افغانها خود در مورد آیندهشان تصمیم میگیرند که چی میخواهند. با موازات سرعت و شدت سقوط ولسوالی ها مخصوصا در ولایات شمالی کشور، هزاران نفر از مردم تحت عنوان خیزش مردمی علیه طالبان مسلح شدند. این امر نگرانی هایی را به وجود آورده بود، از جمله میر رحمان رحمانی رئیس پیشین مجلس نمایندگان از حکومت خواست که نیروهای مردمی بسیج شده را در چارچوب ارتش محلی مورد استفاده و حمایت همه‌جانبه قرار دهد. این در حالی بود که برخی اعضای مجلس مسلح شدن جنگ سالاران را به نام خیزش مردمی به زیان کشور می دانستند. در این میان اگرچه دولت اعلام کرد که این نیروها را در قالب ارتش محلی سازماندهی می کند، اما سرانجام نه ارتش رسمی و نه ارتش غیر رسمی دولت اشرفغنی فراری نتوانستند مانع فروپاشی نظام جمهوریت آمریکایی شوند. سقوط این ولسوالی ها در مدت اندک این پرسش را به میان آورد که علت سقوط آنها چیست؟ بیرون رفتن خارجی ها، فساد و از هم پاشیدگی حکومت، مدیریت ضعیف جنگ، قدرت روزافزون طالبان یا توافق های پشت پرده. در این میان خروج نیروهای خارجی اگرچه باعث تضعیف روحیه جنگی این نیروها شد، اما عمده جدایی مردم از حکومت بود. سیاست‌های تبعیض‌آمیز و مشکوک حکومت اشرفغنی دره ژرف در میان مردم و حکومت ایجاد کرده بود. فساد لجام گسیخته، ناکارآمدی، قومگرایی و نامردمی حکومت باعث فاصله گرفتن مردم از حکومت شده بود و مانع از آن شد که مردم تمام قد در کنار حکومت قرار گیرند. از سوی دیگر مدیریت بسیار ضعیف جنگ نیز عامل دیگر پیشروی طالبان شمرده میشد. رئیس جمهور به عنوان سرقومندان اعلای قوای مسلح بیش از آن که 18 ساعت کاری خود را صرف مدیریت جنگ کند، صرف تصفیه حسابهای قومی و سیاسی با دیگران میکرد و این سبب شد که نظام از هم پاشید و تواناییش برای دفاع از خود به صفر تقلیل یابد. بعد از نزدیک به 20 سال پایگاه هوایی بگرام، بزرگترین پایگاه آمریکایی‌ها در افغانستان، از وجود سربازان ایالات متحده تخلیه شد و این پایگاه روز جمعه 11 سرطان به وزارت دفاع ملی واگذار گردید. آمریکایی‌ها این پایگاه را شبانه و بدون اطلاع دادن به دولت افغانستان ترک کردند. پایگاه هوایی بگرام به عنوان نماد اشغال آمریکایی‌ها در افغانستان شناخته می‌شد. به همین جهت تخلیه و واگذاری این پایگاه به وزارت دفاع ملی امتیاز مهم و چشمگیری برای افغانستان بود. اما مهمتر از آن حفاظت از این پایگاه استراتژیک بود که انجام نشد. در زمان اوج حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان در حدود 100,000 سرباز آمریکایی در این پایگاه مستقر بودند. به همین دلیل این مهم بود که با ترک پایگاه بگرام توسط آخرین سرباز امریکایی نماد اشغال 20 ساله این ابرقدرت در افغانستان فرو ریخت و بگرام دیگر نماد اشغال نظامی امریکا در افغانستان نیست. برخی تحلیلگران به این باور بودند که واگذاری پایگاه بگرام به وزارت دفاع ملی به همان اندازه که یک امتیاز انکارناپذیر برای نیروهای دفاعی و امنیتی بود، یک چالش بزرگ هم برای آنان بود، چالش که غلبه بر آن نیازمند مدیریت کارا، هزینه هنگفت، نیروی خبره و آبدیده و امکانات فراوان مالی و نظامی است که دولت اشرفغنی فراری توانایی تامین آن را نداشت. در این حال سهیل شاهین، عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در آن زمان، ضمن تاریخ خواندن روز تخلیه پایگاه بگرام گفت که گروه مطبوعش در پی تصرف نظامی کابل نیست، ولی هیچ سرباز خارجی از جمله پیمانکاران نظامی نباید در این شهر باقی بمانند. سریال سقوط ولسوالی ها در اواسط ماه سرطان نیز به ویژه در ولایات شمال و شمال شرقی با همان شدت و حدت ادامه یافت. در پاره موارد نیروهای امنیتی به طور پرسش برانگیزی بدون هیچ گونه مقاومت ولسوالی ها و پایگاه های نظامی را با تجهیزات کامل در اختیار طالبان قرار می دادند. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری پیشین، با استفاده از دانش نظامی و شمع امنیتیش دریافته بود که پیشروی‌های طالبان یک خط باریک است، عمق و دامنه ندارد و این روند به مرگ طالبان منجر خواهد شد. اما در میمنه درگیری به بخشای از مرکز شهر کشیده شد. در تخار و بدخشان و قندوز نیز وضعیت مشابه رخ داد و در غزنی حتی شایعه سقوط قریب الوقوع به کوج دست جمعی مردم انجامید و حکومت محلی مجبور شد اطلاعیه رسمی صادر کند و از آمادگی نیروهای امنیتی برای مقابله با طالبان اطمینان دهد و در پی آن دولت مرکزی هم فرمانده قوای کماندو را با شماری از این نیروها به غزنی گسیل بدارد. اما در نهایت هیچ کدام از این اقدامات راه به جای نبرد. علتش هم این بود که بیانیه‌های فیسبوکی و پیام‌های توییتری واقعیت‌های میدانی را تغییر نمی‌دهد. نیروهای امنیتی در اغلب موارد به دلیل نرسیدن کمک مجبور به عقب نشینی می‌شدند. یعنی آنها هم به این نتیجه رسیده بودند که در مرکز حمایت صادقانه از آنها صورت نمی‌گیرد یا شاید توانایی برای حمایت وجود ندارد. به هر حال این سرنوشت بود که در نتیجه خیانت امریکا و ناتو رقم خورد و کاملا قابل پیش بینی بود. اما رهبران دست نشانده داخلی هم کمتر از اشغال خارجی در مصائب خارجی بی تقصیر نبودند. در حالی که پیشروی‌های طالبان به سرعت ادامه داشت و ولسوالی‌های سیغان و کهمرد در بامیان، مالستان در غزنی و پرچمن در فراه به تصرف طالبان درآمده بود، اشرفغنی فراری روز شنبه 19 سرطان در رأس یک هیئت دولتی به ولایت خوست در شرق کشور رفت تا ضمن افتتاح میدان هوایی آن ولایت وضعیت عمومی آن را نیز بررسی کند. او در این سفر خطاب به طالبان گفت اگر افغانستان را دوست دارند تعهد بسپارند که خط دیورند را قبول ندارند، آب افغانستان را به دیگران نخواهند فروخت و نوکری دیگران را نمیپذیرند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد یوناما در گزارشی که روز دوشنبه 4 اسد منتشر شد، تلفات غیر نظامیان افغانستان را در نیمه اول سال 2021 بی سابقه خواند. در گزارش سازمان ملل آمده بود که در 6 ماه اول سال 2021 5183 نفر در افغانستان قربانی خشونت ها شدند که از این میان 1659 نفر کشته و 3254 نفر زخمی شدند و این نشان دهنده 47% افزایش در میزان تلفات غیر نظامیان نسبت به زمان مشابه در سال 2020 بود. اشرفغنی رئیس جمهوری فراری افغانستان روز دوشنبه 11 اسد نشست فوق‌العاده پارلمان را برگزار کرد. این نشست در تعطیلات اعضای مجلس برگزار شد. او در این نشست فوق‌العاده خواستار ایجاد بسیج ملی علیه طالبان شد. پارلمان نیز در پایان این نشست اعلامیه‌ای در حمایت از نظام و نیروهای امنیتی صادر کرد. غنی در آن نشست گفت که 3 ماه گذشته حکومت با یک حالت غیر مترقبه و با هجوم تبلیغات و شایعات روبرو شد. او اضافه کرد که حالا ابهام به میان آمده از بین رفته، استقرار نسبی به میان آمده و تا 6 ماه آینده کشور به حالت استقرار کامل برخواهد گشت و فتنه دفع خواهد شد. در 3 ماه قبل از برگزاری نشست فوق‌العاده پارلمان، حملات طالبان در سراسر کشور شدت گرفت. مناطق زیادی از جمله شمار زیادی از ولسوالی‌ها و بندرگاه‌های مرزی به دست جنگجویان این گروه افتاد و در ادامه موج تازه خشونت‌ها جنگ به دروازه‌های چند شهر مهم از جمله قندهار، هرات و لشکرگاه رسیده بود. غنی خطاب به نمایندگان پارلمان گفت: از شما می‌خواهم شانه بدهید تا با هم برای افغانستان آینده روشن را تضمین کنیم. هر نماینده و سناتور با هزاران نفر رابطه دارد. از شبکه‌هایتان استفاده کنید تا یک بسیج ملی ایجاد شود و یک جواب قاطع به دشمنان داده شود. غنی برنامه امنیتی 6 ماه آینده دولت را واضح خواند. بسیج ملی را عنصر اساسی آن، تمرکز بر دفاع از اهداف استراتژیک را وظیفه ارتش، حفاظت از شهرها و ولسوالی‌های استراتژیک را وظیفه پلیس و بسیج مردمی با نیروهای امنیتی را وظیفه امنیت ملی اعلام کرد که برای عملی شدن آن حمایت مالی و سیاسی جهانی را نیاز دارند. او گفت که خروج نیروهای خارجی تصمیم آنها بود، اما مدیریت خطرات این تصمیم را خود افغانها به عهده دارند. پارلمان افغانستان پس از سخنرانی غنی فراری اعلامیه صادر و به اتفاق آرا تایید کرد. در آن اعلامیه آمده که این قوه از جمهوریت، قانون اساسی، آزادی بیان، حقوق زنان، نهادهای انتخاباتی و حقوق شهروندی مردم حمایت می‌کند و اجازه نمی‌دهد دستاوردهای 2 دهه گذشته نابود شود. همچنین پارلمان حمایت خود را از نیروهای دفاعی و خیزش‌های مردمی اعلام کرد. از همراهیتان سپاسگزارم. خدا نگهدار.